السلام علیکم مسئولین عزیز شما ره خوشامدید میگم به ویدیوی امروزی ما و انشاالله که همتان جورو صحتمند باشین البته طوری که یادتان است د ویدیوی قبلی ما برتان نشان دادم که چطو میتانین معلومات به یک صفحه نمایش منتقل سازی خب موضع ویدیو امروزی ما بعض از مفاهیم بل ست خب اولتر از م بایدی بفمیم کو واضحمعبارت از دستورالعملها میباشه که ما اورا میتانیم در صفهات نمایش خود استفاده کنیم ک کارا برای ما آسان میکنه و به چی استفاده میشه بر نمایش دادن معلومات خب طوری ک به ای صفه میبینن ای صفه از ویدو قبلی ما س خب اینی دودانه قوس بزرگه که ما استفاده کردیم ای هم عبارت از یکی از دستورالعملها بلمیا کاره بر موصن کده خو باګه مو انمي معلومات کې د وریبل ټایپ ذخیره شوه اګه یې بخویم توسط زبان پی ایچ پی یا اګه بګویم خالص پی ایچ پی نشانه بتیم مثلا مو مجبور بدهین ک نوښته کړیم یی رقمی مثلا علامې کوچکتر و سوالیه با پی ایچ پی با زیربسته میکدیم و دا داخل میگوفتیم ک ایکو مثلا ټایپ و سېمیکولن خب ببینین ای و ای چقه تفاوت داره د دا ای جه کار آسانتر شده فقط دو قوس میتیم و د دا داخلش وریبله ذکر میکنیم اما اگهر خالص پایچ پ باشه ما مجبور هاستیم تگهای پچ پ ره باز کنیم و بد از او ایکو بگویم و بد از او همو نام وریبلمو خوب ای تنها چیزی نیست که د بخش بلیت موجود است هیتو بسیار دستورالمنههای دگه هم دار کورس ساده تر میوسه خب درین ویدیو مبرتون بعضی از دستورالعملهای بلیډه ک بسیار ساده میبوشه او را برتون نشونم مثلا به این اول تر از همه یک دستورالعمل اس ک مو دریم ک تواست ازو مومیتون بعضی از شرایط د صفحه خود مثلا معرفي کینم مثلا مو میګیم 8 اف ی یک دستورالعمل اس ک د بلیډ موجود اس وه دچته وبسته میکنیم د اخر برش میګیم اند اف خو بيچ میکنه یی اک شرطه برمو چک میکنه اگر و شرط واقعیت داشته باشه یا اگر به زبان کوڈنگ وګیم ترو باشه باز داخل ازی بهینی دا قسمت هر چیزی که موجود باشه ور د صفحه نمائش نشان میده مثلا دای د ایج برش میګیم که اگر انمی پرایسی یا انمی وریبل پرایس کمو د صفحه نمائش برش دسترسی دریم اگر اینمی پرایس مثلا بزرگتر است پینجا باشه باز برای ما ایجا هر چیز را که ما مثلا تایپ میکنیم اون را نشان بده خوب بین که یک پراگراف جور کنیم و در اینجا برش میگیم که این پیزا قیمت است درست است؟ خوب اینال اگر به صفحه براوزر خود برگردیم و ریفرش بگیم این پیزا قیمت است چون ما پرایس ما سد است و اگر شرط متوجه شوین ما گفتیم اگر پرایس بزرگ از پنجاه باشه چون سد بزرگ از پنجاه است به او خاطر ایره نشان میته خوب ما میتانیم مثلا از یک شرط کد زیاد هم معرفی کنیم مثلا بیان یک شرط دگه هم ما میخوام د ایجه معرفی کنیم براز او مییم الس f توسط الس اف ما می تانیم یک شرط دومی را هم معرفی کنیم یا سیومی یا هر قدر که خواسته باشه خب در شرط دومی چی میگیم؟ خب باز امو پرایس بیاین که مقایسه کنیم ام دفعه میگیم اگر کوچک است پینجا باشه باز ما میخواییم ایجا یک معلومات دیگر نشان بده درست است؟ خب داخل ازی بیاین که میگیم این پیزا ارزان می باشد خب اینا اگر به صفحه براوزر خود برگردیم و ریفرش بگیم برا ما او جمله رو بینین که نشان نمیده چرا؟ چون قیمت ما که از پرایس ما او از صد از پینجا بالاست از پینجا پایین نیست خوب بین که همی پرایس قیمتش از پینجا پایان کنیم بین به فایل وب خود و در اینی پرایس هست ایره میگم پینجان چلونو چون از پینجا ما اوجا گفتیم پایین تر باشه این اگر با صفحه براوزر برگردیم ریفرش بگیم ام دفعه و جمله دگر او برا ما ام دفعه نشان میته این پیزا ارزان می باشد و قیمت هم تغییر کرد خب یک موضوع دیگه که د بخش ای دستور میمونه اویی است که مثلا یکی از ای شرایط هم واقعیت نداشته باشه ما باز برش میگیم که else یعنی اگه یکی از یام واقعیت نداشت باز ده ای بخش که هر چیزی ذکر شده بود او را نشان بده خوب ده ایجا بین که یک پاراگراف معرفی کنیم و در ایجا برش میگیم نرخ پیزا نرمال میباشد درست است؟ و اگه ای را نشان بتیم خوب بین که نرخ به پنجاه تبدیل کنیم یا پینجا میکنیم و این دفعه به براوزر خود بریم ریفرش بگیم این میبینیم که نرخ پیزا نرمال میباشه خوب یک دستور العمل دیگر هم برتون نشان میتم میریم به صفحه پیزای خود و د اینجا پایان برش میگیم at unless و ایره چطور بسته میکنیم اند unless خوبی چی میکنه ای مثلا دمی بین قوسه کوم ویلې برشمریف کدم د ایج ار شرط رقم وبونیم ته کوم راست نه باشه په ه وخت داخله ازیکو داخله ازیکې چې یوه چیز نموزکرمې کونیم وره برمو نشان نه مېته مثلا بیا این ایج برشمې ګیم کې اگر ټایپ مسایبه مکسیکن بود سې وخت کې چې ټایپ مسایبه مکسیکن بود درېجه برمو پاراگراف نشان بود خو بیا چې برشمې ګیم برشمې ګیم پیزا مکسیکوی موجود نیست این اگه اگر به صفحه نمایش بریم ریفریش بگیم پیزای موسی... مکسیکوی موجود نیست خب دوستا باید این جمله را برامون نشان نده فکر کنم کدام مشکلی وجود داره خب اگر به کود خود برگردیم و بیاییم به با اینجا توریک میبینی اینجا ما مکسیکن ای دادیم و اگر اینجا دیده شوه ما ای دادیم اگر ای را ای کنیم انال باید جور شود بریم ریفرش میگیم آه انال نشان نمیده نگفتین چرا؟ چون اینی شرط کس ای واقعیت داره تا اگر وقتی که این میانلس ما استفاده میکنیم ای به خاطر این است که اینمی شرط زمانی که واقعیت نداشت بازی را نشان میده خوب اگر ایرا را ما تغییر بتیم مثلا ایزا برش میگیم چیزی یا پنیری خب اینال اگر بیایم با صفحه براوزر ریفرش بگیم اینال چون پیزای ما چیزی شد ایجا بر ما میگه پیزای مکسیکوی موجود نیست خب دوستا داخل برتون یک دستور الامل دیگر هم نشان میتم که او عبارت از امو تک های پیچ بیمه باشه خب میشه در بعض موارد او هم موارد استفاده قرار بگیره و شما بخواین که مثلا کود خود دگم د دا, دا کنترل داشته باشین میشه که از تگ یا از بلید سنتاکس، یا دایرکتیف استفاده کنیم. خب طوری که پیشتر نوشته کردیم تگای پی ایچ پی در رقمی خب در بلید کاس ای هم مثلا یک دستور لمل داره مثلا میگیم ات پی و در پایان میگیم at اند پی و داخل از ای که ارچی ما ذکر کنیم او کود پی ایچ پی میباشه مثلا بین یک وریبل می سازیم و دی وریبل معلومات ذخیره میکنیم مثلا نام حفی زلا و اینجا برش می گیم سیمی برش می گیم ایکو دلار ساین نیم چون ما میخواهیم امیره نشان بدیم اینال اگه اگر با صفحه براوزر برگردیم ریفرش بگیم تورک می میبینی نام مره نشان می تا. خب دوستا فکر کنم برای ویدیو اما کپس هست خدا کنه که یک چیز را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که دستور های بلید چی است و نحو نوشتن آن چطور است خب در ویدیو بعدی ما براتان بعضی از دستور های دیگر هم نشان میتیم مثلا حلقه ها و ما چطور میتونیم یک لست در صفحه نمایش با استفاده از حلقه های یا دستور های که برای حلقه در ما در بلید معرفي شدا متوسطه زوړمو نمائش پته خوب تشکر است توجهتون دیګای ویدیو رامینځته خاتمه مې وتمه و شما رب الله کریم رحم مسفورم الله نگہدار